اما قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، عزیزانی که ویدیو رو دوست داشتن حتما لایک کنن و عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن سابسکرایب کنن و زنگوله رو بزنن تا به محض آپلود شدن ویدیوها رو تماشا کنن. در ادامه با ما همراه باشید. یکی از لذیذترین خوراکی‌ها در وعده صبحانه کره هست که طرفداران زیادی داره. اما بد نیست بدونیم که کره سالم چه کره‌ای هست. کره لبنی از شیر گاو تهیه میشه و 82% آن چربی هست. کره گیاهی از جامد کردن روغن‌های مایع با روش خاص و افزودن طعم کره به دست میاد. کره لبنی حاوی بیشتری از مواد مغذی شیر هست و در اون ویتامین دی نقش مهمی در مبارزه با نرمی استخوان ایفا میکنه. گروهی معتقدند که مارگارین جانشین سالم و بی خطر برای کره به حساب میاد، اما برخی از متخصصان تغذیه معتقدند که ماده‌ای که در مارگارین وجود داره میتونه سلامت انسان رو به خطر بندازه. کره گیاهی یا مارگارین حاوی کالری و کلسترول هست. کره لبنی طبیعی تر از کره گیاهیه. اگه محصول بیش از حد هیدروژنه و سفت بشه، قابلیت هست و جذب اون کاهش پیدا میکنه و مصرف کننده را دچار اختلالات گوارشی خواهد کرد. اما خوبه بدونید که این موضوع در مورد کره لبنی صدق نمیکنه، چون چربی شیر اشباع و از همان ابتدا به صورت جامد از شیر گرفته شده و نیازی به هیدروژنه شدن نداره و طبیعی تر از کره گیاهی به دست میاد. کره گیاهی خواص تغذیه روغن‌های گیاهی رو داراست، ولی به دلیل فرایند حرارتی تا حدود زیادی از مواد مغذیش کاسته میشه. به همین دلیل برای اینکه این محصول رو از نظر تغذیه‌ای مشابه کره لبنی کنند، با افزودن ویتامین‌های مثل آ اون رو غنی و با افزودن طعم دهنده و مواد رنگی طعم و مزه کره رو در اون ایجاد می‌کنند. و نمک آن به دلیل جلوگیری از فعالیت باکتری‌ها و افزایش زمان ماندگاری در این محصول کاربرد دارد. ناگفته نمونه که نمک این محصول برای افراد مبتلا به پرفشاری خون دردسرساز است. اگرچه کره لبنی و گیاهی هر دو یک میزان کالری دارند، اما هر دوی آنها میتونند در صورت مصرف زیاد در ایجاد وزن و چاقی نقش مهمی داشته باشند. بنابراین هم کره و هم مارگارین حاوی مقادیر یکسانی کالری هستند، اما در عوض کره دارای چربی‌های طبیعی هست که برای تقویت استخوان‌ها ضروری هست و مزایای تغذیه‌ای فراوانی دارند، در حالی که مصرف زیاد مارگارین میتونه برخی از بیماری‌ها رو تشدید کنه. به علاوه مواد سفت کننده که در تولید مارگارین استفاده میشه با مصرف زیاد باعث آسیب به ریه‌ها، کلیه‌ها و فشار خون میشود. خیلی ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید و نظر خودتون رو برای ما کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.